به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز سلام. در این مرحله با استفاده از نتایج مقاومت فشاری به دست آمده از آزمایش بر روی آزمونه‌های عملآوری شده در شرایط استاندارد و به کارگیری ضوابط ارائه شده جهت پذیرش بوتون، می توان درباره قبول یا عدم قبول بوتون قضاوت کرد. در هر آیین نامه ضوابط خاصی به کار گرفته می شود که ممکن است تفاوت اساسی و چشمگیری با سایر آیین نامه ها داشته باشد. در ادامه به ضوابط سه آیین نامه ACI، آبا و EN اشاره می کنیم. در مبحث نهم مقررات ملی و همچنین نشریه 55 و 101 نیز ضوابط آبا حاکم است. همان گونه که از ضوابط هر سه آیین نامه برمی آید، انطباق با مقاومت مشخصه یا رده مورد نظر به صورت انفرادی حاصل نخواهد شد. مجموعه نتایج در این انطباق و پذیرش دخیل خواهد بود، اما هر نتیجه ممکن است در پذیرش بوتون و انطباق آن با رده مورد نظر اخلال ایجاد کند و موجب گردد تا نیاز به مرحله بررسی بوتون کم مقاومت داشته باشیم. برخی مهندسین ناظر تصور می کنند که اصالت با هر یک از نتایج است و گاه با وجود کاهش اندک نتیجه مقاومتی یک نمونه نسبت به مقاومت مشخصه، رأی به عدم پذیرش بوتون و گاه تخریب آن می دهند که ابداً کار صحیحی محسوب نمی شود. به هر حال با توجه به بحث‌های آماری موجود و کاربرد بوتون در یک سازه، آیین‌نامه‌ها اجازه می‌دهند تا حدودی برخی نتایج از مقاومت مشخصه کمتر باشد. اما به هر حال علاوه بر ایجاد محدودیت در این کاهش، لازم است میانگین هر سه نتیجه متوالی از حد معینی کمتر نباشد. واضح است که در واقع مجموعه بوتون در یک نگاه مورد بررسی قرار می گیرد، نه تک تک نتیجه ها. اما نتایج تک تک نتیجه ها نیز می تواند موجب عدم پذیرش بوتون گردد. ضوابط پذیرش بوتون بر اساس استانداردهای ACI. با توجه به تعاریف حاکم بر آیین نامه ACI برای بوتون‌هایی با مقاومت معمولی، هر دو ضابط زیر باید برآورده شود، وگرنه بررسی بوتون کم مقاومت ضروری خواهد بود. الف، میانگین هر سه نتیجه متوالی نباید کمتر از مقاومت مشخصه باشد. ب، هیچ یک از نتیجه ها نباید بیش از 5.3 مگاپاسکال کمتر از مقاومت مشخصه باشد. همان گونه که مشاهده می شود، کاهش مقاومت نسبت به مقاومت مشخصه تا حد 5.3 مگاپاسکال مانعی ندارد، مشروط بر این که میانگین هر سه نتیجه متوالی نوبت های نمونه برداری از مقاومت مشخصه کمتر نشود. در این حالت انطباق بوتون بر مقاومت مشخصه تایید می‌گردد. ضوابط پذیرش بوتون بر اساس آبا. مشخصات مقاومتی بوتون وقتی با رده مورد نظر انطباق دارد و قابل قبول تلقی می‌شود که یکی از دو شرط زیر برقرار باشد. الف، هر کدام از نتایج مقاومتی نمونه ها کمتر از مقاومت مشخصه نباشد. ب، اگر شرط الف برقرار نبود، به سراغ شرط ب می رویم که یک شرط دوگانه است و هر دو باید برقرار باشد. ب یک، میانگین هر سه نتیجه متوالی از مقاومت مشخصه به اضافه 5.1 مگاپاسکال کمتر باشد. به دو، هر یک از نتیجه های مقاومتی از مقاومت مشخصه منهای 4 مگاپاسکال کمتر نباشد. همان گونه که مشاهده می شود، اگر مشخصات بوتون طبق بند 6.5.3.1 قابل قبول نباشد،
اما طبق بند 6532 غیر قابل قبولم به حساب نیاید، آبا اجازه می‌دهد طراح پروژه به تشخیص خود و بدون بررسی بتون کم مقاومت بتون را از نظر سازه‌ای بپذیرد و قابل قبول تلقی نماید. اما اگر طراح پروژه در این مرحله پذیرش بتون را از نظر سازه‌ای تشخیص ندهد، باید وارد مراحل بررسی بتون کم مقاومت شود. به هر حال به نظر می رسد چنانچه با چنین شرایط مقاومتی بررسی بتون کم مقاومت را دنبال کنیم، به احتمال قوی در مراحل تحلیلی این بررسی پذیرش بتون از نظر سازه‌ای حاصل خواهد شد و آبا اجازه چنین پذیرشی را قبل از بررسی بتون کم مقاومت صادر کرده است. طراح پروژه با توجه به درجه اهمیت مقاومت فشاری بتون در قطعه یا منطقه مورد نظر و نحوه اعمال ضرایب ایمنی در تحلیل و طراحی می تواند چنین تشخیصی را داشته باشد. باید توجه داشت پذیرش بتون از نظر سازه‌ای به معنای انطباق مشخصات بتون بر رده مورد نظر یا مقاومت مشخصه نمی باشد. در این حالت پیمانکار یا تولید کننده بتون رعایت مشخصات فنی خصوصی پروژه را ننموده است و مستحق دریافت همه وجوه مندرج در قرارداد نمی باشد. ضوابط پذیرش بتون طبق EN206 در حالت معمول از نتایج مقاومت 28 روزه استفاده می شود، مگر اینکه در طراحی سن دیگری برای ارزیابی و پذیرش در نظر گرفته شده باشد. دو ضابطه در آیین‌نامه وجود دارد که باید برآورده شود. ضابطه اول برای N نتیجه متوالی و ضابطه دوم برای هر نتیجه. در واقع در این آیین‌نامه به جای 3 نتیجه متوالی امکان بکارگیری N نتیجه متوالی وجود دارد که در جدول زیر در 6 نتیجه ذکر شده است. انطباق بتون برای تولید اولیه یا در تداوم وقتی تایید می شود که هر دو ضابطه اول و دوم برآورده شود. وقتی انطباق بر روی یک نوع بتون ارزیابی می شود، ضابطه اول باید برای بتون مرجع با در نظر گرفتن همه نتایج آزمایش های قبلی و بعدی آن مجموعه بتون به کار رود و ضابطه دوم باید در مورد نتایج آزمایش های اصلی اولیه به کار گرفته شود.